بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، امید از اینکه خوب و خوش و سالم و سلامت باشه. ببینیم، ما تا قسمت در قسمت سمپل گیری موضوعات کلی را اشاره کردیم. گفتیم که هدف از سمپل گیری ممکن نمایندگی از لات و یا مقدار انبوهی از گندم که از لحاظ فیزیکی قابل لمس باشه و مراحل تفتیش مزرعه خورتی کرده باشه، پروسس شده باشه در یک قسمت از گودام و یا که استوریج گذاشته شده باشه و شما مشخص شده باشه و مراحل نهایی خورته کرده باشه و شما سمپل گیری انجام میدین جهت تست لابراتواری که مشخص بشه کیفیت تخم بذری در لابراتوار، که حالا جرمنشن از ساعت تخم است و غیره که در لابراتوار مشخص میشه. ما به همون خاطر سمپل گیری چیکار میکردیم؟ انجام میدادیم. و گفتم که مطابق با مو قواعد قوانین که ایستا وضع کرده که یک انجمن بین المللی از جهت تجزیه تخم بتری، سمپل گیری با مو اساس چکار میشه؟ صورت میگیره. خب، مسئله بعدی سمپل ها و سمپل مختلط و اولیه و ارائه شده و سمپل سبمیتد یا که سبمیتد وی ار ورکینگ سمپل که سمپل کاری بود، اینا مشخص. و شما قسمی که در اینجا میبینیم یک دیوایدر هست که دیوایدر قسمی که در لابراتوار مالا عکس از تصویر از اینجا هست، بعد از یک سمپل مختلط میه و سمپل سبمیتد میشه، باز سبمیتد که سبت راجستر میشه، ورکینگ سمپل که ساخته میشه، دوباره همین سمپل توسط همین دیوایدر چیکار میشه؟ مخلوط میشه. طرز سمپل گیری از لات، یک مسئله که خیلی مهم است، باید سمپل گیری می توسط اشخاص که در امر آموزش دیدن تجربه داشته باشند صورت، یعنی باید افراد باشند که اقلا کم تجربه داشته باشند، بخاطر از اینکه وقتی شما سمپل گیری رو انجام میدید باید قسم باشه که از تمام نمایندگی از تمام لاتر بکنه، یعنی از یک قسمت گرفته نشه، کار قسم باشه، قسم حساب بشه به صورت رندوم، لکه تمام قسمت های لات چکار بشه؟ سمپل گیری صورت گرفته بتونه و دسترسی به تمام قسمت های لات باید وجود داشته باشه. باید اما برار یا اون بمبویی که استفاده میکنن باید با حالت باشه که تا قسمت مرکزی خود بوجی یا بوری گندم یا تمام هر محصول که هسته داخل شده باشه و بتونه ما از تمام قسمت های از دسترسی پیدا بکنه و نمونه که تیار میکنه از تمام بویژه نمایندگی کرده بتونه. تمام قوانین رو باید همین شخص در وقت سمپل گیری در نظر گیره، حالا قوانین که از طرف ایستا و قوانین که از طرف طرز العمل ها و رانمت ها تصویب شده، باید همه از اینها رو چکار بکنه؟ باید مد نظر بگیره و مطابق با اینها رفتار بکنه و مسمپل گیری از این آغاز بشه و ختم بشه. دیگه لات تخم بذری باید طور قرار دیگه که دسترسی به هر قسمت و هر پارسل لات بسونی باشه. حالت هایی که خود لات در داخل بوجی این شما در اینجا میبینین، این تمام قسمت های لات باید چکار بشه؟ این یک لات گندم از شما را اول و دوم، این لاتیه که در ایچ کار شده، گندم ها چیده شده، تک نمبر زده است و این در اینجا که شما میتونیم که از تمام قسمت های از این بوجی این شما در این تصویر میبینین، یعنی لات قسم چینده شده که یک بوجی گندم از این طرف و از هر دو طرف قابل چی است؟ قابل دسترسی است و کسی که سمپل میگیره میتونه از هر دو طرف، یعنی داتون امی لات ها چینده است از گندم، این میتونه از هر تمام اطراف از این دسترسی داشته باشه و همی نمونه گیری صورت بگیره. شما نمیبینیم که تصویر در سال 2014 بود، اگر 15 یعنی از تمام قسمت های می لات دسترسی هست و میشه که نمبر سمپل گیری انجام بشه و این هم بورر و یا بمبویی است که شما میتونه توسط ازی چکار بکنه، مو سمپل گیری خود خور انجام بده. خب، بسر ادامه میدیم تا اون جایی که بود و تا یه حد گفتم دسترسی به تمام قسمت ها ازی باشه. دیگه اگه مسئله ای که حالا در اینجا در تصویر هست، کسی که سمپل میگیره بعد امون تعداد بوری ها خور اول بشماره، یعنی
چی تعداد هست، باز اخص سمپل ابتدایی از لات بشه تخلیه آله سمپلگیری در سیت در سبد تکرار سمپلگیری دیگه، باز متخلیه تخم به داخل خریطه مخصوص از او. اولین کار که باید می انجام میده می بعد مو لاتر مو کانتینرار بشموره و ایایی که مشخص بشه برای از او که چی تعداد بوجی یا بوری قرار داره، و بعد از اون تعداد بوری ها به صورت سر با سمپل گیری را آغاز کنه. مقدار حد اقل برای سمپل گیری از لات هایی که دارای کانتینر های ما بین 15 الی 100 کیلو هستند. کانتینر یعنی مو بوجی یا ای که مو جایی که حالا با مو خریطه که در داخل از او گندم قرار داره، اگر اینا بین می خریطا شما بین 15 الی 100 کیلوگرم باشه، ای به صورت تعیین شده است که شما از این سمپل بتونیم چند تا بگیرم. اگر یک تا چهار تا کانتینر شما دیشتن، اگر یک تا چهار تا کانتینر، حالا یک بوجی بود یا چهار تا بود، اگر یک بوجی هم بود شما بعد از سه قسمت از این چیکار بکنه؟ سمپل اولیه بگیرن، یعنی در سه قسمت از این بعد امو آله بمبو یا برر داخل هم بوجی بشه و از سه قسمت از ایش مش کار بکنیم نمونه بگیر، و اگر چهار تا هم بود از هر کدوم به صورت رندوم و یا که از هر بوجی یکه میتونیم شما چکار بکنه سمپل بگیره. انال اگر ای پنج تا شد از هر کانتینر، از هر کانتینر سه تا، و دیگه اگر این 5 تا بود دو تا سمپل اولی از هر کانتینر شما باید چکار بکنیم بگیرم. اگر 5 تا تا به 3 سمپل در رکه اول بود در ای، اگر 5 تا 8 تا بود دو سمپل اولیه، و دیگه ای که اگر از 15 تا 20 کانتینر بود یک سمپل از هر کانتینر شما بگیرم. اگر 16 اگر 16 تا 30 کانتینر بود، یعنی اگه 16 تا 30 بوجی داشتم شما 15 سمپل اولیه به صورت مجموعی میگیرم دیگه، لازم نیه که از هر بوجی بیم چیکار بکنه بگیرم. از 9 تا 15 تا از هر بوجی یک میشه، از 5 تا 8 از هر بوجی 2 تا میشه، و از 1 تا 4 از هر بوجی 3 تا میشه. ما برعکس گفتم که اولی، حالا اگر 16 تا 30 تا باشه شما میتونید 15 تا به صورت اوسط بگیرید، مگر از 30 تا 59 تا باشه 20 سمپل شما به صورت اوسط به صورت مجموعی میگیرم، و اگر 60 یا زیادتر باشه شما میتونیم 30 سمپل اولیه به صورت مجموعی چیکار بکنیم بگیرم. حالا اگر 60 تا به شما هم 30 تا رزید میگیرن، و همیته که این مقدار از بیشتر میشه باز این مدامه از بیشتر کمتر میشه و شما نمایندگی شما کمتر از امور لاتا انجام بدیم و سمپل خور بگیریم. خب مقدار حداقل برای سمپل گیری لات هایی که داره کانتینر های با وزن زیادتر از 100 کیلو هن، اونا خب کمتر از 15 کیلو 15 تا 100 بود، و انا را اگر شما از 100 کیلو شما می بارجامه شما بیشتر بود، تا 500 کیلو اگر بود یا ای که به صورت ریخته و یا به صورت که در داخل سیلو ها وجود داره به او حالت بود، شما باید چکار بکنین؟ باید امی سمپل خوده هم قسم باشه که از تا 500 کیلو هم که باشه باید شما چکار بکنیم؟ باید 5 تا سمپل بگیریم، یعنی از هر 100 کیلو تقریبا میتونیم بگیم یک سمپل ابتدایی میشه، باید 5 سمپل ابتدایی. ابتدایی یعنی مو سمپل اولیه که باز این مخلوط یا مرکب میشه با سابمیتد میشه با سمپل ورکینگ از ساخته میشه. دیگر اگر 500 تا 3000 کیلو باشه یک سمپل اولیه در ازای هر 300 کیلوگرم کمتر از 5 سمپل نشه، و دیگه اگه 3000 تا 20000 کیلو باشه یک سمپل اولیه در ازای هر چی هر 500 کیلو کمتر از 10 سمپل نشه، حالا اگه 3000 تا 20000 کیلو شما گندم داشتیم یک سمپل اولیه از هر 500 کیلو شما میگیرن کمتر از 10 سمپل هم گفته نشه، و بیشتر از 20000 یک کیلو و بیشتر از او یک سمپل اولیه به ازای هر 700 کنتینر که کمتر از 40 تا سمپل هم نشه، و یعنی می 40 سمپل در امی 20000 کیلو یا بیشتر از او که شما بگیرم از هر مقدار مواد محصول که دیشتین کفایت. و یک سلسله شرایطیه که باید در سمپل گیری باید چکار بشه مشخص بشه، چک نمایید تا شرایط سمپل گیری آمده باشه. هویت لاتر چک کنن، اندازه لاتر را چک کنن،
چک تا شرایط سمپل، یعنی شرایط سمپل گیری چی حالت است؟ شرایط سمپل گیری شما در اینجا میبینین این حالت است. خب ما شرایط سمپل گیری یعنی همی قابلیت دسترسی به تمام قسمت ها هست یا نیه؟ آیا بوجی ها قسم چینده شده که بتونیم با آسانی شما دسترسی پیدا بکنم به تمام قسمت ها از یا خیر؟ آیا شما میتونیم به راحتی دسترسی داشته باشین یا خیر؟ ای در این قسمت باعث شما میتونیم به صورت مشخص وقت شرایط خوب دیشتک شما سمپل گیری خود چکار بکنین، آغاز بکنین. دیگه هویت لات چک کنین. هویت لات یعنی که شما از لحاظ فیزیکی لات خود خور ببینین که از لحاظ فیزیکی هست یا نیه و وجود داره و مورایتی از اون مشخص هست، تمام لات شما همه چی دارن یا نه، یعنی از لحاظ فیزیکی مشکل دارن یا ندارن. اندازه لات هم چک میکنن. حالا اندازه از یه متعداد بوریایی که چینده است در یک لات شما باید حساب بکنین. ببینین در اینجا چی هست. خب شما میتونین که اینا رو حساب بکنین و این حساب کردن شما بر حساب ردیف و اما تعدادی که در ردیف ها چینده است شما میتونین قطار و ردیف رو با همدیگر حساب بکنین، ضرب بزنین، مشخص کنین. چون اگه شما می چی نکردین، این رو مشخص نکردین و این ردیف ردیف ها برای شما مشخص نشد، شما چی؟ شما نمیتونین که اما به صورت درست و مناسب از او مسمپل خود خور چکار بکنین، تهیه بکنین. پس بنان الزامی و لازمیه که شما چکار بکنین، شما همی کنتینر رو مشخص بکنین که ببینیم وزن از این اربوجی چندیه و این مقدار عمومی از این چندیه و این باید به صورت مشخص و واضح این چکار بشه؟ مشخص بشه. دیگه تجرید فیزیکی کانتینر های لاتر چک کنه. شما به صورت فیزیکی هم اگر هر یک از بوجی ها چک کنیم خوبه، باید هم چک بشه که شما ببینین همی بوجی ها که هر کدوم از اینا آیا همی وزن از اینا مشخص هست، همون نوشتری هایی که در روی از اینا هست مشخص هست یا خیر. آیا یک هویت منحصر به فرد داره یا نه؟ یعنی در یک لات گندم که شما یا که مسئول شما وقتی چک میکنیم باید چک بشه، باید مشخص بشه که آیا تمام از این ورایتی ها بالفرض ازی که این گندم مثلا للمی دو هست یا نه؟ آیا نمیشه که یک قسمت از این للمی دو باشه و یک قسمت از این للمی سه باشه و اسم ورایتی ها هست ما بیم سمپل گیری بکنیم؟ باید تمام از اینا للمی دو باشه و یا تمام از اینا مثلا مزار 99 یا ایراد 99 و یا سایر از ورایتی ها یا مقاوم و یا غیره. آیا همه از اینا خصوصیت منحصر به فرد داره یا نه؟ آیا کنتینرها سرقوچ هستند یا خیر؟ ببینین متاسفانه در افغانستان این مسئله رو مد نظر نمیگیرن. شما میترهای برق شاید دیده باشین وقتی در داخل صندوق نصب هست این میترها چیه؟ بعد از اینکه کسی یک سیم داره و اون سیم از یک مقدار سرب سر از اون انداخته است و اون چی میکنه و اون مشخص میشه و که این سرقوچ است. اما شما به اول آخر هر بوجی هم که اگر امی نخ از ایر سرغوش کنیم و او سرغوش تاپه کرده باشه او باید اموتو باشه کن نیه. بیشتر امی که شرکت هایی که فعالیت دارن در افغانستان این مسئله مد نظر نمیگیره. آیا تمام قسمت های لات برای سمپل گیری قابل دسترس هست؟ نه، باید امی قسم چیدمان باشه و حالت لات که امی همه قسمت هایی که اگ بوجی چیده است قابل دسترسی باشه و بتونیم با راحتی و سادگی بتونیم ما از چیکار بکنیم دریافت بکنیم سمپل. آیا لات تخم بذری به اندازه کافی یک دست هست یا نیه؟ باید یک دست هم باشه، یعنی به صورت مرتب منظم به صورت یک دست چیده شده باشه. علائم را از روی اسناد چک نمایید، از روی بسته بندی و از روی ظاهر سمپل های اولیه. شما می علائم را چک میکنن، حالا یک رقم گندم است سفید است، یک رقم است انبر است،
شما گاهی وقتا از روی سمپل اولیه که میندازیم در داخل خلطه متوجه باشین، یک چک بکنین که اگر احیانا به مشکل مواجه شده باشه و کمپانی متوجه از این مسئله نشده باشه باید چیکار بشه؟ باید چک باشه و با امو اگر شما علائم با مو کسی که سمپل تهیه میکنه متوجه از این مسئله میشه باید مشخص باشه که اگر این علائم داره و اینجا نمیتونه به صورت درسته، یعنی احیانا مو مخلوط شده و احیانا جابجایی بوجی ها صورت گرفته، در اینجا متوجه بشن و این مسئله را حل کن. خب شما را تا جلسه بعدی به خدای بزرگ میسپارم، امید از اینکه خوب و خوش باشین. انشاءالله در جلسه بعدی ادامه از این مطلب خدمت شما ختم میکنم و پیش میبرم. بخیر باشین.